سلام، برنامه تحول. من محمد نصیر فیض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر ساله در اواخر ماه سپتامبر تشکیل جلسه میده و بیشترین روی موضوعات کلان در سطح بین المللی بحث میشه و در این مجمع تمام کشورهای که عضو سازمان ملل متحد هستند یا رؤسایشان و یا نماینده های ارشد اشتراک میکنند و موضوعات اساسی را هر کشور به نوع چی در بخش مخصوصا اولویت بسیار مهم و عمدهش بحث امنیت و بعدش موضوعات اقتصادی و حقوق بشری و موضوعات دیگه است که گنجانیده میشه. بیشتر مجمع عمومی سازمان ملل متحد موضوعات اولویت بندی شده را به رای گیری میگذارن و برخی چیزهایی که نیازمند ارجاعش به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشه ارجاع میشه و از او طریق حداقل امور نیازمندی ها به گونه تسجیل شده که در منشور سازمان ملل متحد است و فیصله هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت میگیره بر او اساس پیش میره. ممکن است که تا این هفته آقای دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم در این مجمع اشتراک بکنه. مهمترین مسائلی که برای افغانستان زیاد مهم است و روی قاعده های اساسی زندگی مردم و دایره سیاسی کلان در افغانستان اثر گذاشته باید صحبت های بسیار جدی شود. یک بحث بسیار اساسیه که بیشتر حکومت وحدت ملی از اون ناحیه آسیب پذیر است بحث امنیت است. صفحه جدید حکومت وحدت ملی توأم با تشدید ناامنی ها در افغانستان بود و این ناامنی ها سبب ازی شد که مجموعه راهکارها و برنامه های حکومت وحدت ملی تحت شعاع خود قرار بده و بود اقتصاد، مسئولیت افراد، مسائل حقوق بشری و سایر موضوعات قانونی در افغانستان تحت شعای جدی امنیت قرار بگیره. همواره حکومت وحدت ملی افغانستان ای ناامنی ها و ای بدامنی ها در افغانستان را گره میزنه به حکومت همسایه پاکستان و اسناد و مدارک زیادی را ادعا میکنه در رسانه ها که از گستردگی عملیات آیس ها یا حکومت پاکستان در مجموع در مداخلش در موضوعات امنیتی افغانستان در دست استخبارات افغانستان است و حتی با برخی از سفرهای خارجی مقیم افغانستان هم این موضوعات گنجانیده شده. اما بحث اساسی است که تا چی حد آقای عبدالله عبدالله مجموعی اسناد و بحث مهم امنیت را که بیشتر به زعم حکومت وحدت ملی آسیب پذیر است از مجرای پاکستان در صحبتش، در سخنرانیش در مجمع عمومی و بالاخره در شورای امنیت سازمان ملل متحد روی از این فوکس خواهد کرد و تا چی حد خواهد دانست که حداقل قناعت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با امنیت افغانستان که مهمترین رکن زندگی سیاسی در افغانستان است بالاخره سر اونها بقبولانند. اما یک بحث دیگه هم هست که بیشتر تحلیلگرای رابط بین الملل زیاد معتقد به مو کاربرد قاعده های اساسی دیپلماسی در دنیا نیستند و بیشتر موضوعات منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد و راهکارهای قانونی و توافقات کلی را که بین کشورها در سازمان ملل متحد در دایره سازمان ملل متحد میشه بیشتر نمادین، سمبولیک و غیر قابل اجرا میدانن. رویکردهایی که بیشتر کشورها بر مبنای اصل روابط بین الملل تا به حال را انجام دادن در اکثر کشورها بیشتر مبتنی بر قاعده های منشور سازمان ملل متحد نیست. هفت اصل اساسی که در منشور ملل متحد ذکر است، اصل تساوی حاکمیت دولت ها، اصل عدم مداخله، اصل حسن همجواری، اصل اجرای تعهدات و سایر اصل هایی که حداقل متضمن صلح و آرامش و رفاه همگانی در دنیا است همواره نقض شده و دنیای عملی که امروز ما در او قرار داریم کاملا متفاوتر از امو تسجیلات است که در منشور سازمان ملل متحد گنجانیده شده. تا چی حد راهکارهای دیپلماتیک حداقل خواهد دانست اثرگذار باشه در اصول و قاعده های حاکم روابط بین الملل؟ بیشتر با مهمان های خود امشب روی مسائل بحث میکنه. مهمان که در بحث با ما هستن جناب آقای احمد سعیدی، سابق دیپلمات افغان در پاکستان، جناب آقای مهدی منادی، استاد روابط بین الملل و آقای بشیر بیژن، تحلیلگر مسائل سیاسی. خوش آمدید میگم مهمان ها را. بحث را از آقای سعیدی میخوایم آغاز بکنیم. حالا چیزی که پیشتر گفتم، مالا توانمندی و ظرفیت است که ما از درون باید تمثیل کنیم در سیاست خارجی ما و در یک چانس بسیار طلایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد. چقدر این مسائل حداقل منعکس خواهد شد که بتونه در افغانستان دوام بکنه؟ خدمت شما جناب آقای فیاض، آقای بیژن، آقای نادی و بیننده شما سلام و عرض ادب دارم. اونچه که من باور دارم افغانستان اکثر اوقات در محافل شخصی و ملی و بین المللی انتظار آرزوی رو داشت که فرصتی برابر شه تا دردهای یا گفتهای ناگفته خود را ما به جامعه جهانی مطرح سازیم.
و از طرف دیگر افغانستان درد و رنجی که داره تروریسم است، داعش است و حمایت پاکستان از تروریسم و توریست پروری است. این درد و رنجیه که مردم افغانستان دامنگیرش است و نماینده افغانستان آقای دکتر عبدالله با نظرش مشکلاتی که جناب رئیس جمهور دارن شخصا مریضی یا کار دیگر اشتراک کرده نمیتونن، به نمایندگیشان آقای دکتر عبدالله اشتراک میکنه. ما امیدوار هستیم که هفتادمین اجلاسی که هم هفتادمین است هم مهم است، هیئت افغانی که در رأس جناب دکتر عبدالله آقای رئیس اجرایی با تجربه ای که از وزارت خارجه داره از این فرصت به خاطر درد و رنج مردم افغانستان استفاده کنه. من چه میگم؟ یک، پیشنهاد ما است که در قدم اول ادارات امنیتی و استخباراتی افغانستان بار بار با مردم افغانستان گفتند که شواهد، اسناد و مدارک کافی ما به خاطر توریست پروری و مداخله پاکستان داریم، ولی امیدوار هستم که با همکاری وزارت خارجه ادارات امنیتی ما این اسناد و این مدارک را به شکل دقیق همه جانبه مستدلل با اسناد به دسترس هیئت افغانی بگذارن و جناب آقای دکتر عبدالله و همراهانش این اسناد را زمین سوزی بکنه که تا در مجمع عمومی ملل متحد مطرح سازه یا در حاشیه کنفرانسی که اونجا دایر میشه به کسانی که حضور پیدا میکنن از طریق رسانه ها و طریق گفتمان ها و میزای مدور شریک سازه. دوم، نماینده افغانستان در ملل متحد که حالا به زودی نزدیکی آقای محمود صیقل رفتن، امیدوار هستم که بتانه ملاقات های آقای دکتر عبدالله را وسیع تر در اجندا بگنجانه تا دید و بازدید هایی داشته باشه، بتانه پیام آوری درد و رنج های مردم افغانستان باشه، نه به شکل فرمولیتی و نه شکل اون که از این سفر یک رفتنی باشه آمدنش. سوم، میخواستم خدمت شما عرض کنم که مطالبات و دیدگاه هایی که افغانستان داره بر علاوه که در اونجا اظهار کنه به شکل کتبی اینها را بتانه بخواه در کرسی بشانه. طوری مثال متقاضا میکنم که عیبی نداره که آقای دکتر عبدالله در بیانیه خود مداخلات پاکستان صریحا بدون پرده، همیشه نماینده افغانستان که رفته گفته مداخله کشورها، مداخله همسایه‌ها، جرأت نکرده که نام بگیره. من امیدوارم که آقای دکتر عبدالله بگه که مداخلات بی‌شرمانه پاکستان، حتی عیبی نداره که از مجمع عمومی تقاضا کنه که ما تقاضا میکنیم که شما پاکستان را به نیز کشور حامی توریسم بشناسین، تعذیرات اقتصادی علیش وضع کنین تا حداقل مردم افغانستان نفس براحت. حالا در دایره ملل متحد یک بحث بسیار اساسی دیگه هم توانمندی لابیگری پاکستان با افغانستان است. افغانستان در مقابل یک قدرت به نام پاکستان خاطر است که استادگی کنه و در بازانو بیاره. بحث شما میام. تقاضای دیگه که می دارم که افغانای عزیز ما که در امریکا حضور دارن، به سوال شما میام، روزی که نماینده پاکستان نواز شریف یا کسی دیگر میای بیانیه میده، حداقل تا یک تظاهراتی به خاطر آرزوهای مردم افغانستان حداقل کوشش کنن که بیانیه نماینده پاکستان اخلال کنن یا حداقل اعتراض نشان بدن. اما با در نظرش این که پاکستان در مجموع ملل متحد لابیگری میکنه و ما لابیگری کمتری داریم، یک بحث است. بحث دومی است که شما از نگاه حقوق میفهمید که در مجمع عمومی بیانیه دادن است و مسئله ویتو مطرح نیست که کی ویتو کنه کی نکنه. حداقل اگر در مجمع عمومی ملل متحد علیه پاکستان به نفع افغانستان تصمیمی گرفته نمیشه، صدای مظلومیت و دادخواهی مردم افغانستان خو دنیا میلیاردها نفری که هم میشنون و 193 کشوری که عضو ملل متحد هستن اونا در اونجا بشنون اگر لابیگری. اما این برمیگرده به فعالیت مدبرانه وزارت خارجه، ارگان‌های امنیتی ما و نماینده ما که در شورای امنیت ملل متحد به نیز سفیر حضور داره. این برمیگرده به درایت و مدیریتی که هیئتی که دکتر صاحب عبدالله مدیریتشان میکنه. اگر ما بریم به ملل متحد این مدیریت و این هیئت را درست رهبری نکنیم، مانند گذشته وقتی که بیانیه میدیم کشورها را میخواهیم مداخله نکنه، نامی از پاکستان نمیبریم، ما اسناد و در شرایط به مجمع عمومی ارائه نمیکنیم، حداقل به رسانه ها و خبرنگارا در کوشه و کناری که نشست های برگزار، حداقل ما نمیتونیم نشست های حاشیه‌ای یعنی فراوانی را فراهم سازیم، پس معنای زیر داره که اون چی را که ما پشت دروازه های بسته یا در کابل میگوییم در میدان عمل نه لیاقت این سیاست داریم و نه لیاقت این عمل کرده داریم. حالا بحث بسیار اساسی که بیشتر در داخل سیاسی هم در هفته شهید روی از او صحبت شد،
عدم صراحت آقای عبدالله نسبت به مداخلات پاکستان و این موضوعات بود که در اوج گفته شد. حالا شناخت را که شما از آقای عبدالله دارین و یک مدت زمان به عنوان وزیر خارجه افغانستان بود، چقدر همین قدرت نفوذی و قدرت ابراز نظر صریح در وجود از او هست که بالاخره تمام چیزا رو اونجا بیان کنه؟ ببینین، زمانی که آقای دکتر عبدالله وزیر خارجه بودن و روسای جمهوری که بودن به شمول آقای کرزی مجموعاً که من حساب دارم از اول تا آخر شرایط طوری آماده شده که آقای عبدالله اضافه تر از 6 مرتبه در اجلاس عمومی یا من حیثی رئیس هیئت یا من با در رکاب رئیس جمهور اشتراک کردن، اوضو تجربه دارن. ولی دکتر عبدالله در مجموعه بلومی بلند متحد در گذشته به شمول آقای کرزی سری صحبت نکردن. معلف وزی است که یعنی این دفعه باید زیر پرده صحبت نشه، واضح گفته شه که درد و رنج ما چرا قبلا سری صحبت نکردن بزم شما؟ خب من فکر میکنم که یا مصلحت های وجود داشته یا جرأت یا زور نداشتن. حال خیلی کارت به استخوان رسیده. اگر حال هم اون مصلحت ها رو مد نظر میگیرن و حال هم نام نمیگیرن، ببین نتیجه باید مردم افغانستان برسن که رهبران ما، کسانی که به نام حکومت وحدت ملی به ما حکومت میکنن، اینها کسانی هستند که در ظاهر امر یک حرف میزنن و در باطن حرف دیگری میزنن. و اینها هیئت افغانی اگر این دفعه نام پاکستان نمیگیره، معنای زیر داره که این حکومت در معنا با پاکستان پشت درهای بست و ساخت و ساز داره و در ظاهر میخواد مردم افغانستان رو فریب. بسیار تشکر آقای منادی. پیشترم روی صحبت های مقدماتیم گفتم که دو دیدگاه متضاد در مورد عملکردهای کشورهای بین المللی، کشورهای خرد و کوچک و بزرگ وجود داره. یکی بحث دیپلماسی است و بحث اصول اساساتی که در منشور ملل متحد گنجانیده شده و توافقنامه ها و کنوانسیون هایی است که در از مجرای ملل متحد و توافقات بین کشورها، یکی تعاملات مبتنی بر اصل روابط بین الملل بین کشورها است. تحلیلگرای روابط بین الملل زیاد معتقد به کاربرد قاعده ای منشور ملل متحد نیست و او را بیشتر نمادین و سمبولیک میپندارند. حالا اگر فرض کنیم که مجمع عمومی یک مجمع تاثیرگذار بر عملکردهای کشورهای بزرگ و کوچک در دنیا است و میتونه کنترل بکنه و با بگونی واقعی تمام چیزها را میتونه که حداقل مدیریت کنه، چقدر توانمندی حکومت افغانستان در انتقال واقعیت‌های عینی افغانستان در مجمع عمومی و جرأتش در برابر پاکستان وجود داره؟ و بحث دوم هم چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ با نام و یاد خدای مهربان، سلام خدمت شما بیژن صاحب، سیدی صاحب و بینندگان عزیز. در تفکیک و دستبندی دیپلماسی ما دو دسته بسیار کلان داریم. یک دیپلماسی دو جانبه است و یک دیپلماسی چند جانبه. دیپلماسی چند جانبه و دیپلماسی گفته میشه که عملا قدرت‌های بزرگ یا عملا کشورهای جهانی در اونجا در بر اساس طرح‌های کلان منافع کلان را به نحوی در نظر میگیرن و بر اساس او اقدامات جمعی را در اینجا روی دست میگیرن. و عملا افغانستان به مسابقه یک کشور ضعیف در ادبیات روابط بین الملل از دو پدیده مهم دیپلماسی چند جانبه متضرر شده. حوزه اول در واقع به عنوان یک کشور ضعیف میدان رقابت قدرت‌های بزرگ بوده. شما پس از جنگ جهانی دوم می‌بینید که در فرایند جنگ سرد دو قدرت بزرگ در افغانستان رقابت میکنه، کشورهای منطقه‌ای در افغانستان رقابت میکنه و عملا این در واقع حوزه طرح این پدیده در دیپلماسی چند جانبه قابل بحث است، چرا که کشورهای مختلف در اونجا وجود داره و همگان به نحوی در این مسئله دخیل هستند. عنصر دوم تروریسم است. تروریسم یک پدیده جهانی و متأثر از در واقع بسترهای فرهنگی، سیاسی و اختلافات کشورهای منطقه و تا حد جهانی است که در افغانستان به مسابقه یک کشور ضعیف در اینجا عملی میشه و عملا افغانستان به عنوان خط مقدم دفاع از اسلام علیه کمونیسم، دفاع از اسلام علیه لیبرالیسم تعریف شده. کاملا طرحی دو پدیده در قالب دیپلماسی چند جانبه تر میشه. اما اینکه در دیپلماسی چند جانبه معمولا چه فرایندی وجود داره، چگونه کشورها دیدگاه های خود را طرح میکنه و چگونه تاثیرگذار هستند در سیاست های جهانی، وقتی یک کشور عملا از در واقع از این فرایند دیپلماسی چند جانبه و از فرایند جهانی شدن یا جهانی متاثر است و تاثیر منفی میپذیره، معمولا اینها میان یکی طرح مشکل را میکنه. به عنوان یک کشور متضرر میگه که من عملا از این فرایند متضرر شدم و این پدیده های منفی در حال تاثیرگذاری به منافع ملی من به عنوان یک کشور و به عنوان یک کشور در مجمع عمومی است. پس از طرح مشکل در اینجا به اساس طرح مشکل اقدام به طرح پیشنهاد میکنم.
و طرح پیشنهاد بگونه است که شما میرین منافع کشورهای منطقه فرامنطقه همه را در یک تحلیل منسجم منافع اختلافزا متعارض موازی و مشترک را همه را دستبندی میکنی و بر اساس او یک طرح پیشنهاد میکنی که میگین که من به عنوان یک کشور متضرر که از این دو پدیده جهانی ضرر پذیرفتم این طرح را پیشنهاد میکنم. این طرح میتونه هم منافع ما به عنوان یک کشور ضعیف و هم منافع کشورهای منطقه و کشورهای جهانی را در اینجا یعنی حفظ بکنه و بر اساس این طرح لابی میکنه که از کشورهای در جلسه مجمعی عمومی کشورهای مختلف میخواهه که شما کمک بکنید که یک این طرح در اجندای سخنرانی سالانه دبیرکل ملل متحد قرار بگیره یک و دوم این طرح پیشنهاد به شورای امنیت که بر اساس این طرح اونا قطعنامه را صادر بکنه. پس بنابراین شرکت در دیپلماسی چند جانبی و شرکت در جلسه بسیار مهمی مثل مجمع عمومی تنها طرح مشکل کافی نیست. تنهایی که عملا افغانستان قربانی پدیده تروریسم است، قربانی رقابت‌های منطقه‌ای است، این کافی نیست. عملا طرح باید وجود داشته باشه. اما یک نکته دیگه که در اینجا وجود داره، من برداشتم است که ما به عنوان یک کشور متضرر تروریسم به جای متهم کردن یک کشور که عملا ما را محدود میکنه، چون عملا فضای دیپلماسی چند جانبه به گونه است که شما باید طرحی را پیشنهاد بکنید که همگان با شما موافق باشند، اما وقتی که شما طرحی رو پیشنهاد میکنین که همگان با شما موافق نیست، شما یک تیری در متو در تاریکی زدین و هیچ فایده ای در اینجا نمیگیرین. پس بنابراین بهتر است که به جای متهم کردن یک کشور شما یک طرحی رو پیشنهاد بکنین که کشورهای منطقه و جهانی بر اساس اون طرح به صورت غیر مستقیم هم کشوری مثل پاکستان رو در نظر بگیره، هم منافع ما را در قبال کشورهای خاورمیانه در اینجا مد نظر بگیره. ما کشوری است که در سه حوزه امنیتی قرار داریم. کشورهای آسیای مرکزی تقریبا نزدیک به 9000 تروریست به افغانستان روان کردن. آقای مرادی، بس اساسی است که چگونه در قالب یک طرح که شما مطرح کردین واقعیت های عینی که در افغانستان جریان داره، رقابت بین هند و پاکستان، رقابت بین ایران و عربستان و سعودی و مرکز کشمکش های جنگ به نام تروریسم در افغانستان همواره مردم افغانستان قربانی ساخته میره، دایره حرکت سیاسی یا جهش سیاسی محدود و متوقف است بر مبنای مشکل. شما از بحث دیپلماسی دو جانبه و چند جانبه گفتین، حالا اگر بحث دیپلماسی دو جانبه پاکستان با افغانستان بگیریم، همواره دست پاکستان در این دیپلماسی بالا بوده. اگر این بگیریم چند جانبه، غالبا پاکستان با همسویی با آمریکا طرحهایی را برای گفتگوهای صلح مطرح کرده که ما در اواخر شاهدش آن بودیم، که به نحو نشان میده که پاکستان در قبال صلح افغانستان متمایل است و حداقل امو انتباه منفی را که حکومت افغانستان نسبت به پاکستان داره ممکن است کشورهای دیگه نداشته باشه. حالا چگونه باید امی عملکردهای منفی مخصوصا از یک بود کلان به نام پاکستان را ما میتونیم که متبلور بسازیم در اوجه که یک فشار به اثر پاکستان؟ قطعا این کار آسانی نیست. حوزه دیپلماسی چند جانبه یک حوزه بسیار پرجنجال و حوزه است که عملا ما دیپلمات های بسیار قوی را کار داریم و تیم بسیار قوی داریم که عملا سر طرح ها و برنامه های کار بکنه و این طرح ها و برنامه ها صرفا طرح مشکل نباشه، بلکه پیشنهاد برای حل اون مشکل به جامعه ملل یا مجمع عمومی در اینجا باشه. پس یک بحث دیگه که در اینجا وجود داره، ما در دیپلماسی دو جانبه در بود پاکستان فکر میکنیم که بر اساس اون منافع متعارضی که ما با پاکستان داریم فکر نمیکنیم ما در کوتاه مدت بتونیم به نتیجه برسیم، اما به این معنی نیست که ما در وقتی که با پاکستان به نتیجه نمیرسیم در دیگر اضلاع نمیتونیم به نتیجه برسیم. قطعا در دیگر اضلاع و در تعامل با کشورهای شمال و غرب ما، خاورمیانه و آسیای مرکزی و عملا کشورهای فرامنطقه، ما از اونجاها متضرر هستیم. خاورمیانه به عنوان یک حوزه تاثیرگذار اگر کمتر از پاکستان نداشته باشه، من فکر میکنم برابر با پاکستان تاثیرات منفی و جریان رادیکالیسم در بر اساس اثر رادیکالیسم در افغانستان تاثیرگذار بوده. پس بنابراین ما ضرورت داره که چون در حوزه دیپلماسی چند جانبه، طرح دیپلماسی دو جانبه و طرح مشکلات دو جانبه معمولا نتیجه ای نداره. معمولا کشورهای بزرگ جهانی بر اساس اصل منافعشان حاضر نیستن که در یک اختلافات دو جانبه خود دخیل بکنن. لااقل میتونه به عنوان یک شکایت در شورای امنیت شکایت به دیوان دادگستری بین المللی اگر شما اسناد و مدارکی را دارین. مجمع عمومی مقدم تر از اوست، چون بحث صلح و امنیت جهانی مستقیم وظیفه مجمع عمومی است، نه دادگستری شورای امنیت. ببخشید،
دقیقاً شما وقتی که یک طرحی پیشنهاد میشه، یک میشه یعنی شما یک مشکلی با یک کشوری دارین، اونجا شما تقاضا میکنین که این من مشکل در این حوزه دارم، دیوان دادگستری بین المللی عملا این حوزه است که شما میتونید در اونجا شکایت خود درج بکنین، اسناد تو نشان میتونین، اونها در واقع یک محکمه است که شما میکنین. شورای امنیت شورای امنیت وقتی که دیوان دادگستری بین المللی نتیجه می این نتیجه میرسه که در اینجا مقصر یا مثلا در واقع خاطی کدام کشور است، بر اساس سو مجمع شورای امنیت اقدام میکنه. در شرایط فعلی هنوز ثابت نشده و هنوز دلیل وجود نداره که پاکستان به شکل مطرح کنه. اجازه بدین که از آقای بیژن بپرسیم چیزی را که به عنوان طرف منسجم آقای منادی مطرح کرد از جانب حکومت افغانستان در حال مطرح میشه که ما متاسفانه سیاست خارجی هنوز تدوین شده و پاس شده نداریم و هر روز سیاست‌های ما از مجرای ارگ ریاست جمهوری و از مجرای ریاست اجرایی به گونه متناقض و روزمره مسیر پیدا می‌کنه، چی در بود کشورهای منطقه و چی در بود سطح بین المللی. حالا بحث اساسی است که پیشترم با آقای سیدی مطرح کردم، ما همواره از اسناد و مدارک بسیار موثق مداخله پاکستان در فیلتر کردن ناامنی ها در افغانستان صحبت کردیم و گفتیم که اینجا پاکستانی ها مداخله کرده. چقدر فکر میکنین که تیم اجرایی در اساس آقای عبدالله همسو با آقای غنی خواد تانست که امی طرح و برنامه ایره که آقای منادی مطرح کرد یا شکایت نامه ایره که به دیوان دادگستری بیشتر مطرح شد ببره و حداقل بتونه یک تیر را به هدف بزنن در این مقطع که ما پاکستان کم زیر فشار آورده بتونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام برای شما مردم نجیب افغانستان، جناب آقای منادی، جناب آقای سیدی. نوع نگاه من یک مقدار متفاوت است، اما اجازه بدین که برگردیم کمی به گذشته. پس از سقوط رژیم طالبان، یعنی جهان متحد شد برای افغانستان از برای تردید و نگرانی که به زندگی خود و با آینده خود داشتند، چون تروریسم و مواد مخدر تنها تهدید برای افغانستان یا برای افغان‌ها نبوده، این برای کل بشریت تهدید است. ما فرصت بسیار خوبی را به دست آوردیم، اما افسوس در این است که رهبران صادق یا مسئولان صادق و متعهد به منافع ملی نداشتیم. تریبیون های متعدد برای همین مسئله در سطح منطقه، در سطح جهان و استثنان تریبیون هایی که در خود سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد با اعتبار بین المللی برگزار شد، هیچ وقت مسئولان ما که واژه رهبر منطقی نیست به اینا مورد کاربرد قرار بگیره، جرأت، شجاعت یا صداقت نداشتن که حوزه حقیقی جنگ، یعنی محتوای حقیقی جنگ اونجا در اون تریبیون شجاعانه به تعریف بگیرن و جهانی که تعهد داشت در این مسئله با یک اجبار قطعی او را مواجه می ساخت. مبارزه با تروریسم کار من نیست، مبارزه با تروریسم کار بشریت است، کار کل جهان است. حالا اما وگرها بس شد، ما میزان آسیب پذیری ما بیشتر از کشورهایی که در مخاطره است هست و دلیلی که شما مطرح کردین تا به حال را چرا نتونستن به زعم شما مسئولان ما که در مجمع عمومی و در ملل متحد. حالا دو بحث دیگه هم هست که آیا ملل متحد و مجمع عمومی و سازمان ملل متحد و شورای امنیت واقعا صادقانه میخواین که همه چیز کار کنن یا بیشتر دیدگاه سیاسی و کشورهای کلان در اوج مطرح است. یک بحث و بحث دیگه ای که چرا دلیل چرای عدم توانمندی مسئولان ما. حالا ما با محتوای غیابی این قضایا نمیشه در رو تریبون ها بس بکنیم که حرکت ها برای اهداف استراتژیک قدرت های مهم جهان باشه که دقیقاً این هم به عنوان یک بس در حلقات مختلف جریان داره بشدد. ما بر ظاهر محتوا، ما باز تکرار میکنم، اجازه بدین باز یک بار دیگه بگویم که افغانستان اگر صداقت و شجاعت می داشت جهان را در این فرصت می تانست مدیریت و رهبری بکنه، چون مرکز سوق اداره افغانستان بود و جهان به عنوان سرباز پنداشته میشه اونا که با تعهد مشخص وارد افغانستان شدن که تروریسم تهدید برای بشریت است، مواد مخدر تهدید برای بشریت است، ما به افغانستان آمدیم که اینا را نابود بکنیم. اینجا بس برمیگرده بر غفلت و بر بیکفایتی، شاید هم بر بی‌صداقتی مسئولان
حکومت یا دولت افغانستان در طول 14 سال هیچ وقت متمرکز بر این نباشین که شما در تریبونا برین مظلومیت مردم افغانستان بار بار معرفی بکنین. این مسئله اصلا دلچسب نیست، اصلا نمیتونه دلچسب باشه. دلچسب این است که از اون تریبیون مجمع عمومی جای مظلوم نمایی هم نیست آقای میشه. به هیچ عنوان موضوعات واقعیت ها بیان چه به هیچ عنوان در قضیه با پاکستان اجماع جهانی وجود داره. تنها من نیستم که میگم پاکستان خود تروریست است، همه تروریست یک طرف بگذاریم خود تروریست است. شما جهان یک بار فارغ از تئوری به صورت علمی و به صورت واقع بینانه یک مرور بکنین، یعنی جهان در یک اجماع واحد قرار داره نسبت به پاکستان. وقتی اسامه بن لادن در مرکز آیسای نابود میشه، وقتی ده ها نمایش دیگه برای معرفی چهره تروریستی پاکستان و استخبارات پاکستان در سطح جهان پخش میشه، این اطور نمیتونه شده که بگوین اثرگذار نیست. بیاییم بر بس پرسش اگر مقدمت تمام شده باشه، آیا تیم اجرایی همسو با تیم ارگ یک برنامه و طرح خاط داشتن یا بازم به گونه روزمرگی اونجا یک نطق خاط کردن؟ من باور ندارم، من به اینا باور ندارم. اینا با همون تئوری های سنتی ممکن است این فرصت یک بار دیگه از دست بده. به این خاطر به پیشنهاد آنچه که جناب آقای سیدی به شهروندان افغان مقیم در امریکا پیشنهاد کرد، من میخوایم بگویم که به مردم افغانستان پیشنهاد میکنم، به نهادهای مدنی، جریانات سیاسی و به همه افغانهایی که در کشورهای جهان زندگی میکنه، باید حرکتهای بسیار محسوس را اندازی بکنن که این حرکتها عامل شود که آقای عبدالله یا هر کسی که در اصحیت اونجا میره وادار ساخته شود که جهان مخاطب بسازه. پاکستان ما کار نداریم، ما اینجا مخاطب ما باید جهان باشه که جهان چی تصمیم داره باید پاسخ بگویه برای تهدیدی که خودش با او مواجه است. تا امروز کار معناداری را انجام نداده، از این پس اینمی جهان چی میگه؟ اینی میتونه به نظر من از لازم منطقی یک مفهومی را با خود عمل بکنه. ایک شما بگوین که خون افغان ها ریفانده میشه و این میشه و اون میشه. آقای بیژن فکر میکنین که حکومت وحدت ملی زیاد هم تحت اثر حرکت های مدنی و شعارها و صدا بلند کردن ها است؟ حالا اگر ما بحث امنیت داخلی رو ببینیم، اگر بحث سیاست گذاری داخلی رو ببینیم، بیشتر مردم در حاشیه هستند و در مرکز دو تیم فقط تصمیم میگیرن. چقدر ایدال خواهد بود که در این مقطع بسیار کوتاه و حساس آقای عبدالله یا آقای غنی متاثر شوند؟ راستش اجازه بدین بگویم که ما به عنوان شهروند این سرزمین غیرت آنچنانی که باید دست خود نشان میدادیم ندادیم. چهار تا نهاد، یک نهاد، یک سازمان 200 نفر، 500 نفر، 50 نفر یک جای جمع کرده. معلوم دار است که آقایان غنی و عبدالله مصروف چور و قدرت بودن. اصلا به این تیپ حرکت ها هیچ کس اعتنا نمیکنه، کسانی که به مانند اینا نیات اراده داشته باشه. ما میگیم که در اینجا یک حرکت ملی مدنی نیاز است. یعنی ما به این خاطر به مردم افغانستان صدا کردیم، چی در خارج هستن چی در داخل هستن، برای عزتشان، برای سرنوشتشان، برای تاریخشان و بالاخره برای خانوادهشان به پای ایستادن. بسیار زیاد تشکر. یک بحث اساسی که میشه با اون یک سوال مطرح شه، آیا 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک فرصت استثنایی برای افغانستان است؟ آیا انتقال واقعیت‌های عینی امروز و مداخلات کشورهای همسایه و منطقه در افغانستان خواهد تانست که متبلور هدفی حکومت افغانستان را در سازمان ملل متحد به دست بیاره؟ و بحث اساسی همی است که چقدر نخبه های سیاسی حکومت افغانستان که سال گذشته چوکی موقتی خود را در سهمش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به هند واگذار کرد، خواهد تانست که از وجود هند، از لابیگری هند به نفع افغانستان و به فشار علیه کشورهایی که مداخله میکنن در افغانستان استفاده کنه؟ یک وقفه کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم بحث ادامه دهیم. سلام مجدد. برای تحول ما محمد نصیر فیض به اتفاق همکار میزبانی برنامه هستم. قسمی که پیشتر گفتم حکومت افغانستان سال گذشته
کرسی سهمش در شورای امنیت ملل متحد را که به گونه موقت بین کشورها برای 2 سال تفویض میشه برای هند واگذار کرد. حالا چیزی که انتظار میره به عنوان یک دوست نزدیک که حکومت افغانستان و رقیب پاکستان که هر دو کشور افغانستان و هند از ناحیه از متضرر است، تا چی حد نخبه های سیاسی ما در سازمان ملل متحد و نماینده دائمی ما در سازمان ملل متحد از وجود قدرتمند دیپلماسی هند استفاده خواهد کرد و حداقل اما مجاری بسته شده شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی را بالاخره باز خواهد کردن تا بحث جنگ و صلح در افغانستان در تمام اونم قاعده های اساسی که در سازمان ملل متحد و کشورهایی که به نوع تاثیرگذار است به اونا برسه و یک اهرم فشار باشه سر پاکستان. آقای سیدی، اول خو آقای محمود سیغل بسیار تازه رفتن، هر کس که تازه بره توان کمی و کاستی های داره. من امیدوار هستم آقای دکتر ظاهر تنین که قبلا نماینده افغانستان بودن و حال نماینده بوسنیا شدن، حداقل در این 70مین اجلاس به خاطر مردم افغانستان کمک هیئت افغانی را کمک کنند. اون چی که من میخوام بیشتر توضیح بدم، این دستاوردها جناب آقای فیاض برمیگرده بر مدیریت هیئت که میروه، بر رهبریت، بر ابتکار، بر عمل کرده که از اینجا با بکس خود چه چیز را میبره و چه چیز را از بکس خود اونجا بیرون میکنه. من بر بگردم، شما میدانید که از جمله 5-6 نهاد عمده ملل متحد، قیمومیت و دیوان عدالت و شورای اقتصادی و دارالانشا، مهمترین ارگان شورای امنیت ملل متحد. شورای امنیت یعنی وظیفهش تحکیم صلح و ختم جنگ است. شورای امنیت متشکل از 15 کشور است، یعنی 5 تاش اعضای دائمی که حق ویتو دارند و 10 تای دیگه به شکل دوروی. یک سال گذشته افغانستان همین حق دوروی خود به هند داد. حالا اگر روی شواهد اسناد و شواهد انکارناپذیر که دولت افغانستان هیئت از اینجا ببره به شورای امنیت ارائه کنه، شورای امنیت ارائه کنه و حداقل قبلا لابیگری کرده باشه که 9 عضو از این شورا شکایت افغانستان لازم ببینن که شامل اجنده شه، بدون شک شواهد و اسناد موثق، حاجت نداره که ما به دیوان عدالت راجع کنیم، به دیگه جای راجع کنیم، خود به خود میتونه فیصله. یعنی باز تکرار میکنم، اسناد، مدارک و شواهد انکارناپذیر، نه زیر لبان، زیر لبان لفافه. اما قبل از ارائه اسناد و شواهد، بحث عمومی معمولا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقدمات لابیگری ها با کشورها است که حداقل اگر یک موضوع برای گیری گذاشته میشه چقدر میتونه رأی مثبت به نفع خود بیاره. ما مثلا همین از هند از جمله اعضای شورای امنیت است، درست است که ما حق خود به او دادیم. یک تعداد کشورهای دیگه هم از اروپا و افریقا هستند که ما را کمک میکنن، بدون شک. حتی کسانی که باور دارم که مانند روسیه، حتی امکان داره که کشور دیگه ای که 5 کشور دیگه ای که حق ویتو داره، ای برمیگرده به فعالیت هیئت دیپلماتیک ما که اینا ما را کمک کنن. یعنی باید ما ابتکار از دست پاکستان بگیریم. اونجا جای جنگ نیه که ما بگیم پاکستان با راکت میزنه و انتحاری ری میکنه. اینجا جای هنر و هنر دیپلماسی است، هنر حرکت سیاست است، هنر مدیریت است. اینجا نه راکت زدن و نه انتحار کردن. حالا بسیار خوب خواهد بود، من پیشنهاد دارم که هیئت افغانی که تشریف میبرند در جریان هفته، هیچ عیبی نداره که بیانیه ای را که دکتر صاحب عبدالله میته، ملاقاتی را که دو اینجا میکنه، اگر هر قدر فهمیدن باشن، با یک تعداد شخصیت هایی که حرفی برای گفتن دارن میفهمن، عیبی نداره که در داخل افغانستان شریک کنن. حتی همین تیم حکومت وحدت ملی کوشش کنه به خاطر ازی بیانیه که به یک هفته چینه میزنن کی بره و کی نره، دیدگاه واحدی پیدا کنن. بسیار یک نقطه خوب را اشاره کردین. دو بحث همزمان مطرح میشه، همسویی افغانستان با آمریکا و همسویی پاکستان با آمریکا. کدام کشور بر آمریکا با اونون یک قدرت مهم در شورای امنیت دارای حق ویتو تاثیرگذار است، افغانستان یا پاکستان؟ و بحث دیگه، آیا می اجماع نظری که در ظاهرا در قبال پاکستان در حکومت وحدت ملی وجود داری واقعی است یا نه، در حالی که شک و تردیدهای دو تیم هم نسبت به یکدیگرش، به همسویی با پاکستان و حداقلمو مناسبات پنهانی با پاکستان وجود داشت و در رسانه‌ها درس کرد، مخصوصا بعد از امضای قرارداد استخباراتی با پاکستان؟ من باور شخصی می است که جناب آقای رئیس جمهور کنفرانس مطبوعاتی که داشتن و بعدا موقف گیری هایی که رئیس اجرایی کردن و مسئولین دولت کردن، اول ایتو وانمود می کرد که همه
دیدگاهی دارند که پاکستان یک کشور مداخله‌گر است و التماتوم دادند. اما در این روزها ای تو وانمود میشه که اونچه که جناب آقای قینی التماتوم دادن به اندازه عقب نشینی صورت میگیره و عقب نشینی هم از حضور فعال ستون پنجم یا جاسوس ها در داخل نظام است که دولت افغانستان هر روز میخواه گامی به طرف عقب بره. حالا میگم که اگر حکومت افغانستان با بیانیه ای را که جناب دکتر عبدالله اونجا میتیه ملاقات های میکنه از یک خط، یعنی هر دو تیم، تیم تحول به حکومت وحدت ملی نمیگم، تیم تحول به تداوم و اصلاحات همگرایی، اگر از یک خط و یک زاویه حرکت نکنن که اون خط و زاویه منافع درشتی، منافع ملی افغانستان باشه و برون هر کس به خاطر خود، به خاطر بقای آینده خود در مجموعه عمومی ملل متحد لابیگری کنه، باور دارم که بر علاوه که این فرصت مانند فرصت‌های دیگر از دست میره، اعتمادی برهم خورده ای که مردم افغانستان بین حاکمیت نداره یک بار دیگر خونین و خدشدار میشه. یک چیزی که قبل از اینکه آقای منادی بیان میشه کوتا، چی پیام و چی اصل بر حکومت وحدت ملی در این مقطع بسیار بنیادی و بسیار حیاتی خواهد بود که در ملل متحد در اولویت قرار بگیره؟ اولویت های هیئت افغانی است که متضرر شدن یک از تروریسم، جنگ آفرینی، دهشت و وحشت داره، علت و معلول و عاملی این جنگ را بتانه در سازمان ملل متحد معرفی کنه و بتانه آقای فیاض بتانه قناعت بده که اون چی که ما میگویم هم کاغذ داریم، هم قلم داریم، هم شاهد داریم، هم سند داریم، ای رو با بیانیه پرتمطراق با لغتهای انگلیسی و فارسی استعمال کردن ما به جایی نمیرسیم. یعنی من باز تکرار میکنم بسیار ساده، من گفتم با بکسی که با خود میبرن این بکس باید آینه حقیقت نما باشه برای حقانیت افغانستان. یک بحث را که آقای منادی مطرح کرد قبلا بحث این بود که آیا ما در این مجمع تنها تمرکز کنیم سر پاکستان یا نقطه های دیگه هم هست به عنوان اولویت های درجه بندی شده در مسائل دیپلماسی افغانستان؟ بحث بسیار اساسیه که در تازگی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی از او تمام کشورها توافق کردن، نحوه مدیریت جنگ با تروریسم به عنوان یک نقطه تازه یا یک تهدید تازه در دنیا که در اون مسائل بودجوی جنگ با تروریسم مطرح میشه، مدیریت جنگ با تروریسم و مسائل دیگه که میتونه افغانستان از مجرای او استفاده کنه، توانمندی افغانستان به عنوان یک سپر دفاعی کشورها در جنگ با تروریسم یک بحث بسیار اساسی است که تا چی مقدار در اولویت های درجه دو درجه سه طرح حکومت وحدت ملی در مجمع عمومی گنجانیده خواهد شد. نکته بسیار حساسی که وجود داره است که ما در دیپلماسی دو جانبه با پاکستان نکته ای که آقای سعیدی هم مطرح کرد واقعا مشکل داره. اگر ما قرار است که از پاکستان به شورای امنیت و یا اگر بحث کنم حقوقی شه و دیوان دادگستری سازمان ملل متحد شکایت بکنیم، طرح شکایت و عملا طرحی که پاکستان به عنوان کشور است که سرویس حمایت میکنه در بیانیه دکتر سیب عبدالله فکر میکنم خوب است. اما اگر قرار است که شکایت نکنیم، این طرح چنین دیدگاهی که پاکستان این گونه است فکر میکنم چندان نتیجه نمیده. این صحبت ما که در عملا در شور مجمع عمومی ما میکنیم وقتی که ما میگیم پاکستان چنین مشکلی رو داره و چنین در واقع حمایت هایی را سریز انجام داده، قطعا باید در کنار یک شکایت در شورای امنیت باشه که میتونه منسجم بشه. یک نکته. و نکته دومی که در اینجا وجود داره است که من بازم میگم شورای امنیت، معذرت میخوام، مجمع عمومی جایی نیست که ما واقعا تنها بتونیم طرح مشکل بکنیم. ما در بسیار از دیپلماسی، یعنی اجنده ها، تریبون های چه دیپلماسی چند جانبه گفتیم که ما قربانی تروریسم هستیم، قربانی مجمع عمومی کمیته داره، کمیته 1, 2, 3 و 4 که اولین کمیتهش سر بحث جنگ و ناامنی در دنیا صحبت میکنه. بله. اون کمیته مستقیم وظیفه داره که مسائل بررسی کنه و یک جزء را که بیشتر مطرح گفتم در تازگی به تصویب رسید، نحوه جنگ و بودجه جنگ با تروریسم است. حالا یک فرصت بسیار استثنایی است برای حکومت افغانستان. دقیقاً اگر افغانستان بتونه از یک سو ببینه که طرح و برنامه مجمع عمومی و عملا طرح و برنامه‌ای که در واقع مجمع عمومی برای مبارزه با تروریسم طرح کرده ببینه چیست،
اگه بتونه سر جزئیات این طرح و برنامه گپی برای گفتن داشته باشه، یا من یک طرح اصلاحی و طرحی که بتونه در واقع شرایط مبارزه با تروریسم رو متناسب با مؤلفه های منافع ملی افغانستان در اونجا تبیین بکنه یا تقویت بکنه، اگه اون رو پیشنهاد بکنه که بسیار بهتر است. اما باز هم من میگم اگر افغانستان بازم مثل دیگر تریبون ها صرف طرح مشکل بکنه، صرفی بگه که ما قربانی سیم ما در واقع کشورهای منطقه و جهان از ما به عنوان یک بستری برای رقابت استفاده بکنه، باز هم صحبت های عمومی و کلاسیک و تکراری است. و باز هم میگم فقط طرحی که بتونه منافع اختلاف زا موازی مشترک و متعارض کشورهای منطقه را در نظر بگیره و بر اساس او طرح مبارزه با تروریسم چگونه مقابله با تروریسم در اونجا پیشنهاد بکنه، اگر ما بتونیم به این سطح در واقع اقدامی رو داشته باشیم، کنشی رو داشته باشیم، قطعا میتونیم. باز هم من تایید میکنم صحبت های سعیدی را، اگر ما به جای رقابت و به جای گلایه از تعیین شخصی برای رفتن به اون طرف سر طرح کار بکنیم و کسی که میره مهم نیست کی باشه، فقط اون طرح در اونجا پیشکش بکنه، این خیلی بهتر است. یک بحث را که پیشتر مطرح کردم آقای منادی، آقای سعیدی بیشتر تمرکز سر پاکستان کرد، به عنوان یک عامل درجه یک ناامنی در افغانستان و بیشتر حکومت مدارای ما هم زیاد ممکن است سر پاکستان فوکس بکنن، اما نقطه های متناقض هم باید در این بانون یک چیزی که شما گفتین در طرح گنجانیده شود باید در نظر گرفت. در جلسه شانگهای آقای غنی به گونه‌ای سریع به کشورهای آسیای میانه و اعضای شانگهای گفت که توریست ها از کشورهای شما به افغانستان میان و جنگ میکنن و ما خط دفاعی کشورهای شما هستیم، کشورهایی که آسیب پذیر است از نوع توریسم در افغانستان و هم عوامل درجه دو است که حداقل و هم بس همگرایی رو میتونه مطرح بکنه و هم عوامل تهدید کننده جنگ و اشتعال جنگ در افغانستان را. حالا اگر اولویت بندی بکنیم تنها فوکس سر پاکستان موضوعات دیگر از چشم مجموعه عمومی و شورای امنیت نخواد انداخت و اگر با اون یک طرح منسجم مطرح بکنیم هم بودجه جنگ تروریسم هم عوامل تهدید کننده را و هم بس همگرایی و منطقه و دنیا را در جنگ با تروریسم در افغانستان. قطعاً این چیزی است که من در بحث اول خود رو طرح کردم، هر پیشنهاد و هر طرحی که صورت میگیره اگر یک زاویه داشته باشه و یک جنبه داشته باشه قطعاً نمیتونه در دیپلماسی چند جانبه نتیجه داشته باشه. در دیپلماسی چند جانبه شما باید جهت‌های متفاوت و منافع کشورهای متفاوت را در اینجا در نظر بگیرید. همونطوری که گفتم ما در یک نقطه هستیم که سه حوزه امنیتی قرار داره و از طرف کشورهای فرامنطقه‌ای هم در اینجا منافعشان دخیل است. پس بنابراین ما ضرورت داره که در طرح خود همه جانبه عمل بکنیم. اگر همه جانبه عمل میکنیم و بر اساس یعنی این طرح ما در واقع هم منافع کشورهای فرامنطقه را تاکید صرف بر منافع ما کاملا ما قربانی هستیم، فکر میکنم چندان نتونه کشورهای جذابیت داشته باشه. منافع ما در یک حوزه مشترک است با کشورهای منطقه و فرامنطقه. در حوزه مشترک چه اقدام مشترک و در قالب این طرح امکان پذیر است که گنجانده شه. پس برابر این شناسایی منافع مشترک متعارض اختلافزا و موازی ما با کشورهای منطقه فرامنطقه و جهانی مهم است و بر اساس شناسایی منافع اگر ما اقداماتی رو تبیه بکنیم که اقدامات یعنی پیشنهاد چه از سوی افغانستان به عنوان کشوری که مستقیما با اقدامات تروریستی دخیل بوده، فکر میکنم که جایگاه ما رو به عنوان نه تنها یک کشوری که تنها طرح مشکل میکنه بلکه به عنوان یک کشوری که برای حل مشکلات هم پیشنهاد میکنه و این نشان دهنده حوزه فعال و جایگاه فعال ما در دیپلماسی چند جانبه است. تشکر آقای بیژن. نقطه‌ای را که بازم برمیگردیم به مجرای افغانستان، حالا شکنندگی های بسیار جدی در سیاست گذاری های داخلی حکومت افغانستان وجود داره، دو تیم با دو فکر و غالبا دو فکر متناقض است که هر بار قسمی که آقای منادی و سعیدی گفتند حتی در هیئت ها هم چانه‌زنی میشه کی باید بره کی باید نره، در هیئت ها چند نفر از کدام تیم باید بره چند نفر از کدام تیم، تا یک بحث کلی و یک اجماع نظر در مورد منافع ملی افغانستان، بحث هویتی که در افغانستان مطرح است، بحث تذکره الکترونیکی که گره میخوره بازم با نشست دو تیم، آقای عبدالله یک دیدگاه داره، ممکن است آقای غنی یک دیدگاه دیگه داشته باشه. امیر اگر کلان بکنیم در سطح سیاست خارجی افغانستان هم دیدگاه ها غالبا هماهنگ و واحد نیست، دیدگاه ها غالبا متناقض و متضاد هم گاهی اوقات میتونه باشه. چقدر امی طرح اگر چون معلوم نیست اول کی طرح ساخته شده یا نشده، اگر امی طرح هم ساخته شده باشه چقدر میتونه هماهنگ باشه و در این منافع ملی تعریف شده باشن نه منافع تیمی به عنوان یک نگرانی که آقای سعیدی مطرح کرد؟ اولا اجازه بدهید که موضوع از نظر خود تصحیح بکنم که در دولت افغانستان
نه در قبال مسائل ملی و نه در قبال مسائل منطقه یا فرامنطقه اجماع واحد وجود نداره. تنها اجماع ملی ما در قضیه با پاکستان داریم، این در سطح مردم افغانستان نسبت به پاکستان. حالا اجماع ملی هم زیاد تسجیل شده و تقریبا هماهنگ نیست بین تیم ها، تا شک و تردید های بین تیم الف و تیم بی وجود داره که تیم بی یک تعداد مهره ها به نفع پاکستان، با اون مهره های ستون پنجم کار میکنن. این اختلافات در درون حکومت هست. خب شما موجودیت یک گروه جاسوس مثلا یا یک تیم جاسوس نمیشه که طوری تعبیر بکنین که ما اجماع نداریم. شما روی مردم افغانستان در قبال پاکستان وقتی عملا بالفعل مشاهده میکنین، چون همگان پی بردن که اراده پاکستان نسبت به ما و نسبت به سرزمین ما خیلی شوم. یک خطه باید مجزا کنیم، ما دستگاهی سیاسی و دیپلماسی را سرش بحث میکنیم، مردم زیاد نقش نخواهد داشتن در این بحث. در نقطه مهم امین جاست که درست است ما یک چیزی به نام نظام دموکراتیک داریم، ولی کسانی که این نظام مدیریت میکنه از لحاظ کرکتر هیچ گونه شباهتی به زمامداران نظام دموکراتیک ندارن. حتی زشتر، گاهی ما دیدیم عملا زشتر از زمامداران نظام های توتالیتر و دیکتاتور وانمود میشن. در قضای بزرگ ملی حالی که در بکس چی برده میشه در اوجه، یعنی بسیار زیاد معجب به نظر نمیرسه، چون نوع نگاه از جانب مردم به عنوان رای دهنده به مسئولان حکومت وحدت ملی مشکوک است. اینا کاری را که میخواین انجام بدن یا طرحی را که به اصطلاح داشته باشن در اوجه قبل از ارائهش باید با مردم و یا حداقل یک نهادهای معدودی که میتونه از مردم نمایندگی بکنه با اونا شریک بکنه، که این کار هیچ وقت صورت نمیگیره. پیوسته برخوردها مسئول ذهن اشخاص و افراد بوده، این مسئول فکر اشخاص و افراد بوده. نه ما استراتژی ملی نداریم که برخوردهای ما مسئولانه الهام گرفته از استراتژی ملی باشه. هر کی اون شما در مناسبات داخلی با مجموع این صحبت ها، چون بحث ما بیشتر بحث طرح بود و ما هر کدام از یک طرح صحبت میکردیم که چی گونه، کدام نقطه ها، کدام مشکلات، کدام تهدیدها، کدام منافع مشترک کشورها در این طرح گنجانیده شود و کرایه شود. اما قبل از اون طرح وجود داره یا نه یک بحث مجزای دیگه ای است. چی فکر میکنید که یک طرح وجود خواهد داشت یا بازم به گونه روزمرگی یک نطق 15 دقیقه‌ای خواهد شد؟ خب با توجه به تجربه و شناختی که داریم بسیار دشوار خواهد بود که ما این آرزو را داشته باشیم. اما باز صد مرتبه دیگه من تکرار میکنم که ما فرصت داریم، ما چانس داریم، ما میتونیم طرحی که عامل تعریف ماهیت حقیقی جنگ باشه. جنگی که در افغانستان جریان داره، این جنگ، جنگ دهشت افغانان با جهان است. این جنگ امو جنگی است که خواب جهان آرام ساخته. اگر این گونه برخورد شوه، من یقین کامل، یعنی به منطقی میدانم که جهان باید واکنش، وقتی شما جهان در برابر یک پرسش واقعی قرار بدین، اون ناگزیر است از خود واکنش داشته باشه. اگر به این شکل مطرح بکنیم، سفرهای اکثر کشورهایی که با افغانستان رابطه دیپلماتیک داره در افغانستان است، استخبارات کشورها بسیار فعال است و از هر اقدام روزمرگی کشورها که میرن در مجمع عمومی میشینن و صحبت میکنن در افغانستان خبر دارن. چقدر یک تصویر متضاد، پراگنده و شکننده ما با جهان ارائه کردیم تا حداقل بتونیم نفوذ داشته باشیم سر جهان، که طرح و برنامه خود را بقبولانیم و یک چیزی را پیشنهاد کنیم که جهان با ما هم نظر شد؟ نه ببینیم، اولا یک مسئله، بسیار تاکید روی لابیگری کشور هندوستان به نظر ما مناسب به نظر نمی رسه. درست است هندوستان کشور با اعتبار در سطح جهان است و دوست بسیار خوب ما است، اما نباید نادیده گرفت که هندوستان مشکل سنتی یا مشکل تاریخی داره با پاکستان، به او لازم لابیگری از او عامل انگیزه نمیتونه باشه. اما بحث تروریسم وقتی در تریبون مطرح میشه، بشریت متوجه امو تصویر زشتی که از جنگ داره میسازه. کشورهای مسئول در اونجا مکلف پنداشته میشن که پاسخ بگوین. سفیری که در اینجا است
این سفیر متعلق به کدام کشور است و کشور کدام اهداف در اینجا دنبال میکنه، او اهدافی را که دنبال میکنه گزینه امو کشور بحران است، جنگ است، افزایش مواد مخدر است، افزایش قاچاق است. اینها بحثایی است که بسیار رابطه نداره. بحث تریبیون سازمان ملل متحد عامل انگیزه جهانی میتونه باشه. یعنی بس کشورها که حوزه دیدشان سیاسی است، استراتژیک است، اقتصادی است، چی است، این یک طرف قضیه است. اما بسی که کشورها در برابر شهروندانشان مسئول پنداشته میشه، یک بس دیگه است. بسیار زیاد. اگر در او تریبیون شما یک بار ماهیت واقعی جنگ ترسیم کنین و اونمو وهمی را که انسانهای کره زمین از دهشت افغانان و از تروریستان داره، شما او را به نمایش بگذارین، کشوری که در اونجا نشسته به خاطر شما نه، به خاطر شهروندان خودش باید واکنش داشته باشه. بسیار زیاد تشکر از حضور مهمانان ما و تشکر از شما بیننده عزیز که تا ایدن بحث مردون بال کردیم. تا برامی بعد خواهیم کردیم.